علیکم، رسیدیم به انتخاب رشته. خوبید؟ حالتون خوبه؟ من اول خودم معرفی کنم، حالتون همون دیگه میشناسید. من سید رفیع بنی هاشمی هستم، مشاور کنکور. اومدیم اینجا برای انتخاب رشته. بالاخره کنکور 99 با تمام اتفاقات و بالا پایینا و همه چیش تموم شد و جوابها اومد. من قبل از اینکه وارد بحث انتخاب رشته بشم میخوام توضیحاتی بدم، یه چند تا نکته بگم بهت. و اون همین که جواب کنکور وقتی میاد یه بخش زیادی از بچه ها ناراحت میشن از اینکه اون چیزی که میخواستن نشده، اون چیزی که فکر میکردن نشده، یا ناراحتن بابت اینکه آقا من تلاش کردم یا تلاش نکردم. به هر دلیل، اینی که دارم بهت میگم نه چون تو انتخاب رشته این دارم بهت میگم، نه. ببین، کنکور اینه که شنیدی دیگه، کنکور همه چیز نیست. واقعا کنکور همه چیز نیست. اون عدده قرار نیست بازیچه زندگی تو بشه که تو رو افسرده بکنه، ناراحتت بکنه، زدت بکنه. اگر تلاشت رو کردی، مطمئن باش نتیجه تلاشت رو اگه تو کنکور ندیدی قطعا بعدا خواهی دید. اینو یاد باشه، این ضرب المثل رو من همیشه به بچه هم میگم. کسی که تلاش بکنه تلاشش از این دنیا خارج نمیشه، شک نکن در این قضیه. این یه نکته. نکته دوم که اگه تلاش نکردی دیگه ناراحتی چی داری؟ غصه چی رو داری میخوری؟ باید تلاش میکردی. پس با هر نتیجه که الان برای تو پیش اومده، هر اتفاقی که برات پیش اومده، یه نفس عمیق بکش. درست در این کار و درجه یک در این کار الان اینه که تو به انتخاب رشتت فکر کن. کاری به رتبت نداره، اصلا کاری ندارم که رتبت چند شده، رتبه 10 شدی، 1000 شدی، 100000 شدی، کاری ندارم. الان تو باید انتخاب رشته انجام بدی. چرا باید انتخاب رشته انجام بدم؟ من که رتبه‌مونی نشده که میخوام، شاید اصلا میخوام سال دیگه کنکور ندم، یعنی ببخشید سال بعد نرم دانشگاه دوباره کنکور بدم. چرا باید انتخاب رشته انجام بدم؟ یک، ممکنه که تو فکر کنی با این رتبه اونی که میخوای قبول نمیشی ولی قبول شی. دو، تو اگر امسال هم قبول نشی اما این تجربه رو پیدا کردی برای انتخاب رشته، یعنی تجربه داری که الان دیده نسبت به انتخاب رشته خیلی بازتر و بهتر شده، درسته؟ پس پیشنهادی که برات دارم و کاری که قطعا باید انجام بدی اینه که الان با هر رتبه‌ای که داری، با هر رتبه‌ای که داری، یه نفس عمیق بکش توی خونه. خیلی خوب، کاری که باید انجام بدی اینه که با آرامش با من بیا یک انتخاب رشته درست حسابی رو با هم دیگه انجام بدیم. امروز کلیاتی رو بهت خواهم گفت که اصلا تو بدونی کارنامه چجوریه، چیکار باید بکنی، چجوری باید کارنامه رو تحلیل کنی، اون همه عدد توی اون کارنامه از کدوما درست کدوما درست نیست و بقیه ماجراها. خب بریم وارد چت بشیم. اول اعلام آمادگی بکنید بچه‌ها، اول سلام بکنید. چت بازه؟ اگه چت بازه سلام و اعلام آمادگی بکنید تا اینکه وارد بحث انتخاب رشته بشیم. اگه صدای من میاد سلام. سلام، سلام به احسا. خیلی خب بچه ها اعلام آمادگی بکنید تا اینکه بریم سراغ شروع بکنیم و توضیح بدیم که چیکار باید بکنیم. یه بخش زیادی از بچه ها توی آپارات هستن و ما بچه که توی آپارات هستن هم حالا زمانی که قرار شد سوالاتون رو بپرسید، اگه تایم گیر آوردین که سوالاتون رو پرسید، بچه از آپارات بیان تو ادوب، از تو ادوب سوالاتون رو بپرسید، چون میدونم یه بخشی از بچه ها هنو توی آپارات هستن. خیلی خوب، من اینو کجا قرارش بدم که بتونم راحت تر، این دیگه پایین تر نمیاد. خیلی خب، ما چیزی که انتخاب کردیم براش انتخاب رشته درست، منطقی، حرفه‌ای و اصولی، یعنی این چهار عنوان رو باید داشته باشه انتخاب رشته‌م، یعنی انتخاب رشته درست، اصولی، حرفه‌ای. بچه سوال نپرسید فعلا، الان اصلا سوال نپرسید، چون که ما الان فعلا سوالا رو جواب نمیدم.
بهتونم میگم که چجوری باید سوالاتون رو تو چه بخشی بپرسید، چه سوالایی ممنوعه که نپرسید اصلا و بقیه ماجرا. اون چیزی که الان من میدونم در مورد همه شماها اینه که شماها الان به شدت گنگی، به شدت گیجی، یعنی نمیدونی چی کار باید بکنی. الان یه رتبه ای رو به دست آوردی که نمیدونی با این رتبه کجا قبول میشی، کدوم دانشگاه، اصلا چه رشته ای باید بری و همین اینا رو همه میدونم. خب یعنی الان میدونم که این مشکلات برای تو وجود داره الان. پس اگر میخوای این گنگ بودنه برات حل شه، اگر میخوای این مشکله برات حل شه، بعد قدم به قدم با من جلو بیای، بعد پله پله آساسه یواش یواش با من جلو بیای. خب پس کاری که باید انجام بدی، نکته‌ای که مهمه الان و چیزی که عجله نکن، جلو نرو، من خورد خورد بهت یاد میدم چه کار باید بکنی، خورد خورد بهت آموزش میدم کجاها برات مهمه، چه کارهایی درسته و تو با اون جلو خواهی اومد. خیلی خوب. بچه دیگه که اعلام آمادگی نکردن اعلام آمادگی بکنن، بچه آپارات هم که خب تو آپارات هستن و دارن میبینن ما رو، سوالها رو هم میذاریم برای یه بخش دیگه و بخش بعدتر. سلام، من یه خورده این که دارم آروم آروم صحبت میکنم به خاطر اینکه بچه دیگه برسونن خودشون و اونها هم برسن به ما و ما هم. فائز سلام. خب در رابطه با رتبه هاتون سوال بکنم یا نکنم، بگم رتبتون چند شده یا نشده. اولا اینکه بچه ها اگر که کنارتون گوشی یا هر چیز دیگه هست، اگر که حالا با گوشی نمیبینید، اگر گوشی حواست به جای دیگه است، خواهشاً حواست بده به من، اصلا همه اینا رو از خود دور کن، همه اینا بشین یه جایی درست حسابی حواست رو هم بده تا یه کار درست حسابی انجام بدید. خب نگفتید بپرسیم رتبه هاتون رو یا نپرسیم، بگیم آن رتبه هاتون چند شده یا نه. بپرسیم رتبه ها رو. 28000 انسانی دیگه. اگه دوست دارید بگید، اونی که دوست نداره نیازی است به گفتنش. 14000 ریاضی دیگه. هفت هزار چی؟ چه رشته ای؟ 7000 چه رشته ای؟ رشته تم بهم بگو. 7000 دیگه. 7000 انسانی. خب دیگه 7000 انسانی. ماشاءالله رتبه ها همه درخشان، همه عالی. 16000 ریاضی. بله دیگه. دیگه تجربی. بله 29000. خب خیلی خوب. حالا بقیه هم حالا شاید دلشون نخواد بگن. خیلی خوب بریم سراغ انتخاب رشته. حالا بچه کردیم اضافه میشم بگم. خیلی خوب ببین، اون چیزی که دارم به تو میگم انتخاب رشته درست و اصولیه. به حرف کسی که ببین الان تو مهمترین سوالی که الان توی ذهنت هست چیه؟ این که من با این رتبه کجا قبول میشم؟ این مهمترین سوالیه که الان تو ذهنته. ولی اشتباه ترین سوالیه که تو ذهنته. مهمترین سوال هست، دغدغه تو هست، ولی اشتباه ترین سواله. یعنی الان ذهنتو دقیقاً داره چیز اشتباه رو پیدا میکنه، داره دنبال چیز اشتباه میگرده. اگه بخوای از این طریق جلو بری، بدترین انتخاب رشته ممکنه انجام خواهی داد. خب چیکار باید بکنی؟ چه جوری باید کار انجام بدی که انتخابش درست باشه؟ بعد قدم به قدم با من جلو بیای. خب چیکار بکنی؟ ما میگیم آقا انتخاب رشته درست، منطقی، حرفه‌ای و اصولی چه جوریه؟ ما میخوایم همچین انتخاب رشته رو انجام بدیم. درسته؟ یعنی میخوایم همچین انتخاب رشته رو داشته باشیم. خب چیکار باید بکنیم؟ پرزنتر رو به من میرسونید؟ خب اول از همه بریم دو رقمی انسانی. خب چه رتبه ای؟ میدونم دو رقمی چه رتبه ای؟ اینو بذاریم و خیلی خب
اول از همه بریم سراغ تحلیل کارنامه. این کارنامه این که 47 باری کلا سنا باری کلا سنا حالا باید صحبت میکنم بیشتر. خیلی تحلیل کارنامه بریم مثلا این کارنامه این که ما دادن چیه، کدوم عدد مهمه، کدوم عدد کارنامه تو بذار جلو، حالا چه اگر که پرینت گرفتی پرینتشو بذار جلو، بهتره که پرینت بگیری. اگه پرینت نگرفتی از رو گوشی کارنامه رو بذار کنار یا از روی حالا سایت الان سرچ بکن، من حالا یه چند دقیقه بهت فرصت میدم که کارنامه رو آماده بکنی. الان کارنامه رو بیارید، اونایی که کارنامه‌شون آماده است یکو بفرستن برام، کارنامه ها اگه آماده است یکو بهم بدن. بودید 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 اگه کارنامه هاتون آماده شده عدد یک رو به من بدید که من بدونم شروع بکنم. کارنامه ها اگه آماده است عدد یک رو به من بدید. بدید یک. استاد من نمیتونم. چرا نمیتونی؟ کارنامه تو آماده کن دیگه. چرا نمیتونی؟ داری با گوشی چیز میکنی. بدید تمام. یک بدید یک. بقیه سری سری کارنامه کو بدید. هم فقط سه نفر فقط کارنامه آماده کردن، بقیه بودید. بودید کارنامه آماده؟ جایی هم خب پیش هم میخوام هم کارنامه رو تحلیل بکنم. خیلی خوب. به اصلا کارنامه پیشت نیست، خوب دقت بکن از روی صفحه ببین چی دارم بهت میگم، کدوم ادا مهمه کدوم ادا مهم نیست. خیلی مهم. خیلی خوب بریم سراغ تحلیل کارنامه. ببین ما توی کارنامه یه چند چیز خیلی مهمه. یکی اینکه سهمیه مناطقت رو نگاه بکن ببین سهمیه مناطقت کدوم سهمیه است. خب یعنی سهمیه مناطقت چیه؟ این سهمیه مناطق بهت مشخص وقتی میگه منطقه چندی میگه که آقا من مثلا منطقه 1م، منطقه 2م، منطقه 3م. تاثیر داره، خیلی تاثیر داره. یعنی قبولی شما اگه یه نفر رتبه ببین الان رتبه 2000 منطقه 1 میتونه کامپیوتر تهران بره، شهر تهران، اما رتبه 2000 منطقه 3 نمیتونه کامپیوتر شهر تهران قبول بشه. ببینید چقدر تاثیر داره. یعنی پس منطقه توی قبولی و رتبه تاثیر داره. پس اولین چیزی که توی کارنامه مهمه اینه که تو بتونی پیدا بکنی اینکه منطقه چندی. خیلی خوب ولی بهت میگم منطقه چندی، بگی آقا من منطقه 1م، منطقه 2م، منطقه 3م. پس این خیلی مهمه با که منطقه چند. این نکته اول. نکته دومی که برامون وجود داره اینه که تو استان بومی تو مشخص شده باشه که مثلا کجاست. چرا برامون مهمه؟ چون یکی ممکنه محل تولدش با جایی که درس میخونه متفاوت باشه. این تفاوت باعث میشه که بومش فرق بکنه. یعنی مثلا طرف لرستان به دنیا اومده اما تهران درس خونده، خب این منطقهش میشه تهران. اوکی؟ یعنی تو بوم تهران قرار داره. خب این قبولی تهرانش راحت تر از قبولی لرستانشه. آندرستان جا افتاد برات مطلب. پس این خیلی برام مهمه که تو بومی کجایی. اوکی بعد بهت میزنه ناحیه بومی، قطب بومی، اینا چه تأثیری داره. بریم جلوتر بهت میگم که اینا تأثیرش توی قبولی تو کجاست، یعنی کجا برای قبولی تو مهمه. اون موقعی که ما میخوایم تو انتخاب رشته انجام بدیم به ما میگه مثلا به طور مثال پرستاری، خب پرستاری نوع قبولیش قبولی استانیه، پس این خیلی مهمه. یا پزشکی نوع قبولیش ناحیه‌ایه. وقتی ناحیه‌ای باشه تو اون ناحیه احتمال قبولی بیشتره. اگر مثلا تو ناحیه خراسان باشی، بچه مشهدی، درسته؟ تو بچه مشهدی قبولی مشهدت راحت تر از قبولی مثلا به طور مثال اهواز توه. مهم نیست دانشگاهش کدوم رنکینگش بالاتره. اوکی اینا الان خودم جورتر بهت میگم. پس اینا خیلی مهمه. نکته دومی که وجود داره اینه که اعلام علاقه مندی کردی یا نکردی توی غیر انتفاعی پیام نور، کارمندی و بهیاری. اون چیزی که مهمه اینه که توی غیر انتفاعی و پیام نور اگر اعلام آمادگی نکرده باشی باید بری و اون کارت اعتباریشو بخری. یعنی برو کارت اعتباری پیام نور و غیر انتفاعی رو بخر. اوکی؟ که بتونی انتخاب رشته. معمولا بچه این کار رو انجام بده. اینم تا این. خب بیایم سراغ این که ما تو کدوم رشته ها میتونیم بریم. زده که ببین
این یک جدول بالا که زده روزانه نوبت دوم. نوبت دوم یعنی شبانه، که بهت میگم شبانه یعنی چی. زده مجاز تو ستون یک. خب تو ستون یک چیزهایی که اینجا برات زده مجاز، مجاز یا غیر مجاز، انتخاب رشته بر مبنای کنکوره. اگه بر مبنای کنکور هر کدوم از اینا رو غیر مجاز شدی، یعنی اگه مثلا روزانه تو زده مجاز یعنی میتونی انتخاب رشته بکنی، اگه پردیس و خودگر رو زده مجاز میتونی، حالا بهیاران غیر مجاز، فرنگیانی زده غیر مجاز، غیر انتفاعی پیام نور و دانشگاه آزاد. اوکی. اگه هر کدوم زده غیر مجاز نمیتونی. اگه روزانه و شبانه تو غیر مجاز زده باشه تو نمیتونی انتخاب کنی. درسته؟ پس حواست باشه تو ستون اول. ستون دوم، این ستون اول بر اساس کنکور، ستون دوم بر اساس صرفا سابقه تحصیلیه که برای همه میزنه مجاز معمولا. من نهیدم کسی رو غیر مجاز زده باشه، درسته؟ این برای همه دیگه مجاز انتخاب رشته شو. خیلی خب، اینم از این. پس این ستون، این دوتا جدول، جدول هاییه که بهت میگه که چه رشته هایی میتونی بری، چه دوره هایی رو میتونی بری، غیر انتفاعی، پیام نور، روزانه، شبانه، دانشگاه آزاد و بقیه ماجرا. اینم از این. خیلی خب، بیایم سراغ جدول پایینی. خب این تأثیرش خیلی، این جدول برای انتخاب رشته، یعنی برای دونستن شما خیلی مهم نیست، خیلی ما نمیخوایم روش کاری انجام بدیم، اون چیزی که تو انتخاب رشته بعضی از مبنا رو. این جدولم که خب دیگه خیلی جدول ساده ترین جدول، درصداتو بهت داده که چه درصداییه. مثلا اینجا زده 38% ادبیات، 16% زبان انگلیسی، 32% دینی و حالا 13% زبان خارجی. این زده تو هم باید ببینی که خودت چی زدی و ما بقی و جدول پایین. خیلی خب، این تا اینجا درسته. حالا بریم بگیم ما توی ما انتخاب رشتهمون بر مبنای کدوم عدده، یعنی کدوم عدد انتخاب رشته ما رو انجام میده. بیایم اینجا. خیلی، عددی که ما بر مبنای اون انتخاب رشته انجام میدهیم، این رتبه کل در سهمیه نهایی است. رتبه کل در سهمیه نهایی عددیه که ما با اون انتخاب رشته انجام خواهیم داد. اوکی؟ اولیه چیه؟ ماکسیموم نمره، همون ترازه. رتبه کشوری رو اینجا میزنه که این هم مهمه، یعنی این رتبه، این یک، این رتبه کل در سهمیه از همه مهمتره و بعد این از همه مهمتره. کسی که سهمیه 5% داره. نه الان سوال نپرسید دیگه بچه‌ها، الان فعلا سوال نپرسید دیگه. اوکی، فعلا سوال نپرسید فعلا تا بهتون میگم کم کم. خیلی خوب، این هم آخرین رتبه در سهمیه است که بذارید. اون حالا اینا بهت بگم، اونی که 5% داره اونم عددشو داده دیگه، یعنی گفته آقا شما در 5% هم عددینه، یه جدول اضافه کرده بهت داده. اگه 5% چیز کرده باشی، یعنی ثبت قبل از کنکورت اون سهمیه ایثارگرانت رو انجام داده باشی، کدت رو وارد کرده باشی، یه ستون دیگه بهت میده که سهمیه 5% تو بهت داده اون. خیلی خب، درست شد. پس این شد تحلیل کارنامه. هر چیزی که من در رابطه با کارنامه میخوام بدونم اینه. پس مهمترین عدد ما شد نمره رتبه کل در سهمیه نهایی، که مهمترین عدده که من مشاور بر مبنای این برای تو انتخاب رشته انجام میدم. و اینو اول از همه اینو میبینم. پس تو هم اول از همه اینو باید ببینیم. درسته؟ سوال در مورد کارنامه دارید بپرسید. فقط سوال در مورد کارنامه ها، سوال دیگه نه. سوال در مورد کارنامه دارید بپرسید بچه. بهار جوابتو گرفتی؟ اوکی شد؟ نه ممنون. بقیه سوال در مورد کارنامه. من منتظرم که سوالاتون رو پرسینا. یه نه مرسی، بقیه سوال ندارند. من برم سراغ مرحله بعد. بابت معدل چقدر تأثیر داره؟ خب تأثیر معدل، خب همون میدیم 30% تأثیر مثبت داره معدلت، که تأثیر مثبته دیگه، درسته؟ ولی من دوستم رتبه تو سهمیه 10,000، ولی رتبه تو منطقه 51,000. ها؟ رتبه تو منطقه 51,000. الان با کدوم انتخاب؟ رتبه تو سهمیه. سهمیه چی؟ اصلا ما یه رتبه سهمیه داریم که همون منطقه است دیگه. رتبه سهمیه و منطقه یکیه.
فرق پردیس با پیام نور و آزاد چی؟ ببین مریم گفتم سوال غیر کارنامه فعلا نپرس، فعلا سوال فقط کارنامه. بهار جوابتو دادم سر سهمیه 5%، یعنی بهت گفتم تو سهمیه 5% یه جدول دیگه بهت میده، میگه با توجه به این جدول، یعنی این جدول میگه با توجه به رتبه در 5%، یه رتبه دیگه بر 5% بهت میده. انتخاب رش نه بچه ها، مریم دو، حالا مریم دو من گفتم فقط در مورد کارنامه سوال پرسید، فقط اصلا سوال در رابطه با که با این رتبه کجا قبول شدیم نداریم، فعلا فعلا اینو انجام نمیدیم، یعنی این سوال رو نداریم فعلا، فعلا از این سوال میگذریم. سوال ندارم. خیلی خوب. پس بریم سراغ بعد. کارنامه رو گذاشتیم. پس متوجه شدیم که اونا رو خوب باید خیلی خوب. نه خیلی. اونا رو نباید بگیم. شما اگه زودتر می اومدی من به شما میگفتم که اصلا این نوع انتخاب رشته انتخابش اشتباهیه. کسی که به شما مثلا شما الان باید یاد بگیری که چجوری باید ابتدای انتخاب رشته چیه. اوکی؟ اینکه میگی توی چیز زده همین الانش از 100 نفری که برای انتخاب رشته میان 90 نفرشون نمیدونن که کارنامه چه عددش مهمه چه عددش مهم نیست. پس این سوال سوال اشتباهیه. دیر اومدی من اینا رو توضیح دادم. خیلی خوب. بریم سراغ بعد. خب سهمیه ها چیه؟ بریم سراغ سهمیه ها. بریم سراغ سهمیه ها. مفاهیم مهم کارنامه ایناست. خب یک سهمیه ها. درسته؟ ما چند تا سهمیه داریم؟ یکی سهمیه مناطق داریم. که خب مهمترین سهمیه است، یعنی همه بر مبنای سهمیه مناطق تقسیم بندی میشن که توضیح دادم سهمیه منطقه تو رتبه منطقه تو که مهمترین عدد اونه، یعنی باید بر مبنای اون عدد انتخاب رشته انجام میشه. درست شد؟ خیلی خب. این از این. سهمیه مناطق محروم داریم که یه سری مناطق مناطق محروم حساب میشه، یا مثلا یه سالی سیل میاد زلزله میاد، مثلا پارسال که سیل اومد اون مناطقی که سیل اومدن یه سهمیه براشون لحاظ کردن، یا سال قبلش که زلزله اومد سمت شمال غرب و آذربایجان اومدن یه سری سهمیه براش در نظر گرفتن و لحاظ کردن. درسته؟ این سهمیه مناطق. و سهمیه ایثارگرا همون سهمیه 5% 25% که سهمیه مهمه، یعنی شما بر مبنای این سه تا سهمیه است که انتخاب رشته انجام میدید، یعنی یکی از این سه تا سهمیه رو دارید که اکثرا سهمیه مناطق دارن، اکثرا اون تا سهمیه سهمیه کمتریه. خیلی خوب. بریم سر دوره ها. این مهمه، این مهمه بچه. ما چند تا دوره داریم که این اینا رو داریم دانشگاه میریم دیگه، یعنی وقتی انتخاب رشته میکنیم یکی از اینا رو باید بریم. درسته؟ روزانه که خب همه میدونید روزانه چیه، دانشگاهیه که دولتیه، شما پولی نمیدی، خوابگاه بهت میدن، البته بعضیا خوابگاه نمیدن ها، اینا حواست باشه، خوابگاه بهت میدن. خب این از این. شبانه چیه؟ شبانه همون روزانه است با این تفاوت که بابت ببین البته چی بگم، مثلا دانشگاه روزانه اینجوریه که اگر انتخاب رشته بکنی، ببین اینا نکات مهم انتخاب رشته است که تو نمیدونی تو انتخاب رشته، من اینا رو وقت انجام میدم مثلا تو نیازی نیست دلت درگیر کنی، ولی اینو بهت میگم که بدونی. الان میخوام برای اهمیت این ماجرا بهت بگم، توی انتخاب رشته اگر روزانه انتخاب بکنی و نری، سال بعد از انتخاب روزانه محروم میشی، یعنی نمیتونی روزانه انتخاب بکنی. ببینی خیلی مهمه. پس الکی انتخاب رشته نکن، بگو آقا من روزانه میتونم، زده مجاز، من میذارم روزانه و میرم. و وقتی انتخاب شدی اون اصلا دوست نداری اون دانشگاه، و خاطر همین قضیه است که میگیم انتخابش مهمه و اینا مهمتر از اینه که من با این رتبه کجا قبول میشم. خب پس حواست باشه برای روزانه، وقتی که میسپری دسته آدمی که مثلا تا الان دبیر چه میدونم علوم پایه بوده، تا دیروز علوم 7 و 8 درس میداده، الان انتخاب رشته میکنه، خب این چی میدونه از این چیزا؟ برات انتخاب رشته میکنه بعدا گریه و زاریش برات توه. خب نکته دوم بعد تو روزانه تعهد خدمت داری،
حواست باید باشه تعهد خدمت داری. درسته؟ چی نوشتم تعهد رو؟ ماشاءالله. تو توی روزانه تعهد خدمت داری، حواست باشه. یعنی جایی که قبول میشی باید بر مبنای همون قبولیت که یه اساسنامه ای داره، بعد بر اون مبنا تعهد خدمت انجام بدی و بری اونجا به کار انجام. توی شبانه همون دوره روزانه است، نصف شب نمیری دانشگاه. بعضی‌ها فکر می‌کنن شبانه یعنی مثلا ساعت 6 و 7 غروب به بعد می‌خوام برم دانشگاه. نه، ربطی نداره. شبانه یا نوبت دوم یعنی اینکه همون روزانه است، با این تفاوت که تو بابت دانشگاهی که میری باید هزینه پرداخت بکنی. هزینه‌اش تقریبا نصف هزینه غیر انتفاعیه. میشه یعنی اگر تو توی رشته‌ای تو غیر انتفاعی 800 هزار تومان پرداخت می‌کنی، توی شبانه 400 تومان باید بدی، تقریبا نصفشه. اوکی؟ این هم از این. پس شبانه همون روزانه است، مدرکش همونه، فقط با این تفاوت که تو باید هزینه بدی، تعهد خدمت نداری و خوابگاه هم نداری. حواست باشه. یعنی اگر که تو شبانه زنجان رو میزدی، حواست باشه که اونجا خوابگاه نداری، خودت باید خوابگاه بگیری. این از این. پس حواست به شبانه و روزانه باشه. تفاوت‌های ریزی داره این دو تا که تو انتخاب رشته من برات انجام میدم، نگران نباش. ولی میخوام بهت بگم که تفاوت چیه. الان فکری داری میکنی نیست. نکته بعدی غیر انتفاعی پیام نوره. غیر انتفاعی نور چیه؟ غیر انتفاعی پیام نور، خب ما همه میدونیم غیر انتفاعی دانشگاه‌هایی که دولتی نیستن، بابتش باید هزینه پرداخت بکنی. خب خوابگاه اینا ندارن، معمولا هم استانیه. پیام نور که استانیه، غیر انتفاعی هم همینطور، باید تو همون استان بری دیگه. مثلا غیر انتفاعی میتونی شهرستان بری، اما چه فایده، مگر اینکه رشتت خیلی تاپ باشه برات و برات مهم باشه که بخوای مثلا بری. میگم من قزوین میرم. اوکی، ولی بعد خوابگاه اینا دیگه خودت بگیری دیگه. چه سوال‌هایی؟ فرهنگیان و تربیت رجایی چیه؟ فرهنگیان تربیت رجایی، خب میدونی که دانشگاه های تربیت دبیره، برای دبیریه. این دانشگاه ها رو تو باید انتخاب، تو باید قبلا کارت میخریدی و میرفتی. خیلی توضیح نمیدم. پردیس خودگردان توضیح بدیم و ظرفیت مازاد. پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد، اوکی، از چند سال قبل یک ظرفیتی رو تو دانشگاه های سراسری، خوب دقت کن، تو دانشگاه های سراسری ایجاد کردن، پردیس خودگردان و ظرفیت آزاد، که تو بر مبنای اونها میتونی همون دانشگاه روزانه رو بری با همون اساتید. اوکی؟ اما باید هزینه نجومی بابتش پرداخت بکنی. یعنی پردیس دانشگاه تهران، پردیس دانشگاه شهید بهشتی، پردیس علم و صنعت، پردیس تمامی دانشگاه ها، درست، شهید بهشتی، پردیس تمامی دانشگاه ها همون دانشگاه هاست، اما تو باید هزینه پرداخت کنی. ممکنه محل تحصیلش فرق بکنه، اما همون. آیا مدرکش میخوره پردیس؟ بله میخوره پردیس. یعنی تو مدرک زید میشه، یعنی قید میشه که این مدرک پردیس خودگردان و ظرفیت مازاده. حواست باش، مثل شبانه نیست که فرقی با روزانه نکنه. توی پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد این قید میشه و یه هزینه نجومی باید بدی. این برای کسانیه که خب میتونن هزینه زیادی بدن و میخوان دانشگاه های خوب برن. درسته؟ شما الان باید کارتشو بخری، الان باید کارت فرنگیان رو بخری و بلافاصله، یعنی همینک باید این کار انجام بدی. انتخاب رشته که انجام دادی، یعنی اول انتخاب رشته انجام بدی، فرنگیان قبول بشی که بتونی آزمون رو شروع بدی. خیلی خوب، بریم سراغ گزینش بومی. ما انتخاب هامون بر مبنای این 4 تا گزینشه. یعنی بعضی از رشته ها کشوریه، یعنی انتخابی تو میتونی هر جای ایران که بخواستی اون رشته و اون دانشگاه بری. بعضی ها قطبیه، بعضی ها ناحیه‌ایه و بعضی ها استانیه. مثلا پزشکی ناحیه‌ایه، درسته؟ پزشکی ناحیه‌ایه، یعنی 80% رو از همون ناحیه برمیدارم، 20% از جای دیگه. وقتی میگیم کشوری یعنی اینکه هیچ فرقی نمیکنه که تو تهران باشی، اهواز باشی، شمال باشی، مشهد باشی، نمیدونم تبریز باشی، اصفهان باشی، فرقی نمیکنه، همه رو به یه چشم نگاه میکنن. قطبی هر چند ناحیه یه قطبه، یعنی 3-4 تا ناحیه رو یه قطب تشکیل میدن. استانی هم که مشخصه دیگه. رشته ها بر مبنای اینها تقسیم بندی شده. یعنی کسی که تو ناحیه تهران قرار داره اگه بخواد پزشکی براش راحت‌تره. من یه مثال دادم، مثلا کسی که مشهده انتخابش به دانشگاه مشهد راحت‌تر از تبریزه. اوکی، ممکنه که بگی آقا دانشگاه تبریز مثلا لولش پایین‌تره، مهم نیست،
البته تبریز بالاتره، من میتونم برعکس مثال بزنم، یا دانشگاه تبریز لولش بالاتر از مشهد، من چرا میتونم تبریز قبول شم مشهد قبول نشم؟ چون که تو ناحیه تبریز قرار داری. اوکی، پس این انتخابی. بعضی موقع ممکنه این مشکلات پیش بیاد، دیگه فلانی رتبهش بالاتر بوده اما قبول نشده به خاطر این مسائله. اوکی، این هم پس در مبنای انتخاب های اینجوری. خب در رابطه با سهمیه، دوره و گزینش ها سوال هست بپرسید. در تو این چهار تا، این سه تا اگه سوال هست بپرسید. اگه قبول نشدی که مصاحبه نداره که دختر، در صورتی مصاحبه داره که قبول بشی. وقتی قبول نشدی که چه مصاحبه ای؟ سوال در تو سهمیه، دوره و گزینش اگه نیست، بریم سراغ مرحله بعدی. سوال نیست، غیر انتفاعی چه رشته هایی میشه رفت؟ هر رشته ای که وجود داره تو غیر انتفاعی تو میتونی بری. یعنی چی چه رشته هایی میتونی رفت؟ تو مثلا میخوای بری قزوین، درسته؟ قزوین یه سوش 100 تا غیر انتفاعی داره، هر غیر انتفاعیش رو که بتونی، یعنی با توجه به رتبه انتخاب بکنی، میتونی بری. چه فرقی نمیکنه. فرق مدرک آزاد با پیام نور چیه واسه مهندسی؟ مدرک آزاد بهتره توی مهندسی نسبت به پیام نور. فرهنگیان کسی که مجاز نشده، خب چجوری میشه رفت؟ خب کسی که مجاز نشده نمیتونه بره. امسال به خاطر بیماری توی این بومی‌گزینی تغییری ایجاد میشه به نظرتون؟ نه، به نظر ایجاد نمیشه، ربطی نداره. نه، منظورم اینه که اگه مصاحبهش قبول نه. خب میشه اگه مصاحبه، اگه ببین دو مرحله است، نیمه متمرکزه. اگه که بیاری مجاز بشی، بگن آقا رتبت اوکی باشه، بگن آقا قبولی تو من، هنوز قبولی شما قبولی مثبت چیزی نیست، یعنی اوکی نیست که بری، باید مصاحبهش رو هم بری. اگه مصاحبهش رو هم قبول شدی اون وقت میتونی بری، اما اگر رتبت اوکی بود قبول شدی ولی مصاحبهش رد شدی نمیتونی بری. رتبه 5 رقمی بومهان واسه سال بعد چی؟ مریم رتبم 5 رقمیه، بمونم واسه سال بعد. اینو بذار آخر سر جواب بدم. باشه، یادت باشه آخر سر گفتم سوال مریم، اینو جواب بدم دیگه. سوال. مرسی. سوال مهمی ها، منم اگه یادم رفت حتما یادآوری کنم بهت. سوال بچه‌های آپارات، بچه‌ای که دارن تو آپارات منو می‌بینن، چون می‌دونم یه حجم زیادی از بچه‌ها دارن تو آپارات می‌بینن، ما امروز خیلی مهمون داریم تو این کلاس، بچه‌ای که حالا نبودن، شاگردای من نبودن، ولی خب امروز هستن. ما یه تایمی رو مثلا میگیم آقا از ساعت، به طور مثال ساعت، یا میگم ساعت 12 تا 12 و مثلا یا 12 و 10 دقیقه تا 12 و نیم سوالا رو جواب میدم. خب از آپارات شیفت بشید روی ادو، یعنی سری لینکشو بریزید و اینا، که سوالاتتون رو بپرسید. دیگه سوال نیست، من برم سراغ بخش بعدی. اگه سوالی نیست بچه‌ها عدد 1 رو برام بفرستید که بدونم سوال نیست، من منتظر وایناسم. اگه سوال نیست 1 رو بفرستید که من وایناسم. 1 دیگه بقیه، چون تو سوال تایپ کردن طول میکشه و زمان میبره، من معمولا تو مدیری تو مد این سوال برای آخر سر، سوالت باشه برای آخر سر، اینا سوالای آخر سریه. سوال نیست، اگه سوال نیست عدد 1 رو بدید بچه ها. 1 بله دیگه. سارا متوجه شدی؟ اگه متوجه شدی 1 رو بهم بده. بودید. سارا یک بله دیگه. خیلی خوب،
استانیه. فرهنگیان گزینشش استانی. خب بریم سراغ بعد. بعدی. خب تعهد خدمت چیه؟ تعهد خدمت یعنی این که تو رشته‌های روزانه‌ای که رفتی رو باید بر مبنای اون رشته‌ای که رفتی توی همون جایی که داری یا مناطق محروم باید بری و خدمت بکنی دیگه. یعنی یه میزان تایمی رو، بعضی از رشته‌ها دو برابر تایمه که تحصیل می‌کنی، بعضی از رشته‌ها دو سال، بعضی سه سال تعهد خدمت داری و باید بری بر مبنای اون تعهد مبنای اون انتخابت اون رشته بری توی همون استان یا استانهای محروم خدمت بکنی. اوکی خیلی خوب. این بچه حواست باشه من برای چی اینو آوردم؟ برای این آوردم که بهتون بگم که توی رشته ها ما تو رشته ریاضی تجربی و انسانی سه رشته های مهم داریم که این رشته های مهم رو تو ذهنت باشه. اینا رو اگر که دوست داری، اینا رشته های مهمه. ممکن مثلا بچه تجربی بگم آقا من این ستا رو نمیارم، پزشکی دندان پزشکی داروسازی رو، درسته؟ مثلا بگی اینا رو نمیارم من. آره درست ممکن نیاری، ولی خب حالا کلا رشته های مهم رو بهت بگم، چند تا رشته هم خودم اضافه کنم. از بچه ریاضی شروع بکنیم. برق، مکانیک، کامپیوتر، عمران، معماری و صنایع رشته های مهم ما هستن. یعنی مهمترین رشته ها اینا هستن که چیزی که وجود داره. خوب دقت بکن، خوب دقت بکن، ما اینجا نمیتونیم رشته ها رو یکی یکی برات باز. چرا؟ تو ما تو هر گروه ها، یعنی ما تو تجربی، ریاضی و انسانی تو هر کدومش ممکنه 100 تا 200 تا رشته مهم خوب داشته باشه. یعنی رشته داشته باشه که بشه توضیح داد. خب نمیشه تو این تایم یک ساعت و نیم همه رو توضیح داد. باید بری و پیدا بکنی. مثلا من روی اینستاگرام گذاشتم و بری اونا رو شروع کنی بخوندن. پس اینجا جاش نیست که من بیام یکی یکی رشته ها رو برات توضیح بدم. خب پس کاری که باید انجام بدی اینه که تو بری یکی یکی رشته ها رو پیدا بکنی و انتخاب بکنی و بگی آقا مثلا برق چیه، مکانیک چیه، کامپیوتر چیه، عمران چیه، چقدر درآمد داره، یا مثلا منی که دخترم آیا عمران به دردم میخوره یا نمیخوره. درستم؟ پس نکته‌ای که توی رشته ها وجود داره اینه که حواست باشه توی رشته ها. این از این. پس برو بر رشته هایی رو که حتی آخر سر بهت میگم چی کار باید در تو رشته ها بکنی، ولی بر رشته ها رو یکی پیدا کن. توی تجربه این ستا به اضافه بزنم مثلا فیزیو، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، بعد اتاق عمل، کلن میشه گفت پیرا پزشکی. خب فیزیو، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، کلن پیرا پزشکی به اضافه این چارتا. من یه نکته بهت بگم، دامپزشکی رشته یه که خیلی بچه ها تا یکی دو سال پیش بهش توجه نمی کردن، ولی بچه هایی رشته هایی که به شدت آینده داره که خودمون داریم میبینیم جامعه همون دیگه. دامپزشکی به شدت در آینده خواهد داشت و علوم انسانی هم که حقوق و روانشناسی و حسابداری ستا رشته های مهم بشه به اضافه مدیریت ها. یعنی بچه ها خواهد میکنه. آره آره آره، یعنی بچه ها اینها پر متقاضی ترین رشته هاست دیگه، پر طرفدار ترین رشته. یعنی اونایی که رتبه های بهتری دارند اینها رو انتخاب میکنن، بر مبنای رتبه اینها بیشتر انتخاب میشه، چون بازار کار بهتری داره، شرایط بهتری داره، شأن اجتماعی بهتری داره و اینها دیگه بیشتر به خاطر بازار کارش، بیشتر بر مبنای بازار کارش به خاطر وضعیت، چون بازار کار بهتری داره انتخاب میکنه. خیلی یه نکته ای وجود داره، پذیرش بر مبنای متمرکز و نیمه متمرکز چیه. این یکی از نکته های مهم انتخاب رشته است که ما به شما میگیم آقا انتخاب رشته تون رو دست هر آدمی ندهید. یکیش به خاطر همین متمرکز نیمه متمرکز. طرف نمیدونه متمرکز نیمه متمرکز اصلا چی هست و اصلا ترتیب گذاشتنش چجوری باید انجام بشه و داره انتخاب رشته میکنه. من یه چیزی بهت بگم و اون همینه که دیدی تو ماه رمضون همه کنار خیابون حلیم میفروشن، طرف مکانیکی حلیم میفروشه، کتاب فروشی حلیم میفروشه، رستوران دیگه باید حلیم میفروشه، هر کی هر شغلی داره ماه رمضون که میشه همه حلیم میدن دم افطار، همه، یعنی تا دیروز، یعنی همه مغازه رو تعطیل میکنن حلیم میفروشن. اینم قضیهش همین، انتخاب رشته دقیقا حلیم فروشی شده.
طرف یه چیز یه کار دیگه داره میکنه، دم انتخاب رشته زده انتخاب رشته، آقا تو کار چیز دیگه، برو سراغ کار خودت، برو تو فیلد تخصصی خودت. اوکی، بعد بهش میگه آقا متمرکز نیم متمرکز چی؟ میگه نمیدونم. میگم نحوه چینشش چجوریه؟ میگه نمیدونم. میگم تو چجوری انتخاب رشته میکنی که نمیدونی؟ همین میشه که دانش آموز، من دانش آموز داشتم که رفته سبزوار، شیمی محض سبزوار قبول شده روزانه. بهش میگم برای چی؟ میگه معلم فلانی من انتخاب کردم. میگم خب بی خود کردی رفتی پیش اون، بعد میگم اصلا دوست نداشتم، خودش زد نمیدونست اصلا روزانه چجوریه، گفت برو حالا نخواستی نمیری. بعد من قبول شدم، فهمیدم که روزانه باید برم. یا نیمه متمرکز متمرکز رو برای من بالاتر پایینتر گذاشته. اینا چیزاییه که تو انتخاب رشته مهمه، یعنی اگر اینها رو رعایت نکنی بدبختی برات میاره. من رک بگم، یعنی تو یهو میبینی یه چیزی رو انتخاب کردی که باید بری. یا مثلا ببین تو چینش، خب حالا بعد اسلاید بعدی میگم، رشته الف تو بیشتر از رشته ب دوست داری، خب اما مشاور تو اینو نمیدونه یا میدونه، فکر میکنه که اگه تو مثلا رشته ب رو بری تو فلان شهر بهتره، اینو میاره بالاتر، اینو میاره پایینتر. بعد تو اینو قبول میشی، جوابا که میاد میگی من اینو که پایینتر بود که بیشتر دوست داشتم که. میگم پس چه نذاشتی بالاتر؟ میگه یا طرف گفت، طرف انتخاب رشته میکرد، طرف غلط کرد گفت. پس تو برای چی رفتی میشه آدمی که نمیدونی؟ ببین من که اینجا وایستادم 10 سال دارم سابقه انتخاب رشته دارم، 10 سال سابقه انتخاب، هر سال دارم انتخاب رشته میکنم. اوکی، هر سال حداقل 100 نفر دارم انتخاب رشته میکنم، 10 سال هم هست که دارم انتخاب میکنم، درسته؟ پس نمیتونی به هر کسی نباید اعتماد. خیلی رک بهت بگم، پیش کسی که تا دیروز دبیر بوده امروز انتخاب رشته میکنه نرو، خیلی رک. هر کی میخواد باشه باشه، هر کی میخواد باشه باشه. اوکی، پیش کسی برو که مشاوره، پیش کسی برو که تا کارش اینه، کارش انتخاب رشته است. یعنی توی باز ببین، ما مشاوره تو بازه انتخاب رشته کلاسامون هم کنسل میکنیم، اما اون دبیر کلاسش رو نمیتونه کنسل کنه که. اون مثلا میره کلاسش رو میره، من نمیگم که کسی ناراحت نشه. اوکی، مثلا کلاس یه کلاسی بگیم که مثلا چیز نباشه، مثلا کلاس تاریخ اسلامش رو میره ولی انتخاب رشتهش هم میکنه. خب این آدم باید ذهن تو بازه 5 روز 6 روز 10 روز انتخاب بشه فقط انتخاب رشته باشه. کسی که فقط ذهنش انتخاب رشته نیست نمیتونه انتخاب رشته درستی انجام بده. درسته؟ مریم سوال پرسیدی؟ آره، یکی نکاته، ولی خب همین دیگه، مشکل اینجاست که یکی دوتا نیست، 150 تا رشته محله و این انتخاب کردنش، یعنی تو باید به مثلا 200-300 تا میرسی. از 200-300 تا چجوری انتخاب کنی؟ سخت، خیلی پروسه سخته و تقریبا چند مرحله است که خواهم گفت. درسته؟ من برای چی متمرکز نیم متمرکز آوردم؟ برای این، برای تو آوردم که بدونی که خیلی کار آسونی نیست، یعنی انتخاب رو دست هر کسی نده. خب من که از اون فن می‌دارم باید دفترچه پر کنم. ما که بخوایم بریم آزادی یا فنی بازم باید دفترچه پر کنیم. آره دیگه، باید پر کنیم، انتخاب رشته که باید انجام بده، اگه من منظورتو درست فهمیدم اینه. خب خوب دقت کن، خوب دقت کن. انتخاب بر مبنای رشته، انتخاب بر مبنای شهر و دانشگاه. خب من رشتم اولویتم باشه، خوب دقت کن، این کارهایی که باید تو خونه انجام بدی. خوب دقت کن، همه حواس به من، همه حواس به من، همه حواس به من، همه نگاه به من، هر کاری داری میکنی همه نگاه به من. خوب دقت کن، کاری که باید تو خونه انجام بدی اینجا اینه. چیکار باید بکنم؟ خب حالا چی بود؟ متمرکز نیم متمرکز؟ رشته هایی که فقط بر مبنای رتبه کنکور انتخاب میشه میشه متمرکز، رشته هایی که بر مبنای کنکور و مصاحبه بعدشه میشه نیمه متمرکز. یعنی هم باید کنکور رو قبول شی، هم باید مصاحبه رو. به این رشته ها میگن نیمه متمرکز، که باید تو جفتش قبول شی، فقط تو یکیش قبول شی تایید نمیشه. اوکی، خیلی خوب، خوب دقت کن، حواس به من. انتخاب ما بر مبنای رشتمون باشه، بر مبنای رشتمون باشه انتخابمون، یا انتخاب بر مبنای شهر یا دانشگاه باشه. اوکی، خب انتخاب بر مبنای رشته یا انتخاب شهر دانشگاه؟
شما بچه خوب دقت جواب من بدید، شما انتخابتون رو الان میخواین بر مبنای رشته تون انجام بدید یا بر مبنای شهر یا داری، یعنی میگی من تهران باشه هر رشته ای، یا نه میگی مثلا رشته کامپیوتر باشه هر شهر. رشته بهار میگه رشته، خب دیگه انتخاب بر مبنای شهر یا رشته و دانشگاه. بقیه رشته رسه دیگه، بقیه بیشتر شهر نمیتونم جای دیگه برم احساس رشته، اما کرج تهران جفتش نه، اولویت بدید بچه ها. میدونم جفتش، منم میدونم جفتش مهمه، اولویت بدید بچه، اولویتتون کدومه؟ رشته مریم دیگه، دانشگاه رشته درسته دیگه، دیگه خب خوب دقت کنید. حالا حواسا همه من تو دیگه چیکار باید بکنم؟ خیلی خوب، پیشنهادم اینه انتخابت بر مبنای رشته باشه، یعنی همون که بچه ها اکثرا گفتن، یعنی پیشنهادها اکثرا، یعنی پیشنهادم که برای یعنی انتخاب رشته باشه، یعنی رشته برات اولویت داشته باشه، چون که تو اگر مثلا رشته‌ای که دوست داری و علاقه داری رو توی شهرستان بخونی، امکان موفقیتت خیلی بیشتر از اینه که تو بیا یه رشته‌ای رو که علاقه نداشته باشی توی تهران بخونی. اوکی، پس اولویتت رو بذار بر مبنای رشته، اولویت انتخابت رو. الان به حساب من گفتش که من مجبورم چون شهرهای مختلف نمیتونم برم دیگه، این بحثش فرق میکنه، اینجا دیگه ما انتخابمون متاسفانه محدوده، اما در کل پیشنهادم اینه که انتخابت بر مبنای رشته باشه، یعنی اولویت رشته، اولویت شهر و دانشگاه اولویت دوی ما قرار میگیره. آدرسن؟ خیلی خوب، مثال بزنم یعنی چی؟ مثال یک، ما میگیم فیزیوتراپی دانشگاه تهران یا دانشگاه گیلان. خب میدونیم دانشگاه تهران بهتر، علاقه مونم به فیزیو بیشتر، میشه فیزیوی تهران فیزیوی گیلان، درسته؟ این از این، من برم فیزیوی تهران یا فیزیوی گیلان، یا نه اینجوری انتخاب کنم فیزیو تهران پرستاری تهران، درسته؟ این دو تا مدل انتخابیه که من دارم، فیزیو تهران فیزیو گیلان یا فیزیو تهران پرستاری تهران، این دو نوع انتخابیه که من دارم. اوکی، معمولا دعوا سر این نوع انتخابه، یعنی معمولا دعوا سر اینه که یه رشته تو شهرهای مختلف یا یه شهر رشته های مختلف، دعوا معمولا اینجوریه. خب انتخاب یعنی اکثرا باید خودت انتخاب کن، من دارم اینو بهت میگم که تو خونه باید بگردی و وقتی اومد اینجا برای انتخاب رشته اینا رو بلد باشی، اگر هر چقدر اینا رو بیشتر بلد باشی، هر چقدر اینا رو بیشتر بدونی، تایم انتخاب رشتهت کمتر و سرعت بهتر، کیفیت میره بالاتر. پس اگه دارم اینا رو بهت میگم به خاطر که کیفیت انتخاب رشتهت بهتر بشه. اوکی، خب ولی اصلی دانشگاه. اوکی، خب پس این نکته نکن، من یا میتونم حالت اول رو انتخاب بکنم، یعنی بگم فیزیوی تهران فیزیوی گیلان فیزیوی تبریز فیزیوی سمنان فیزیوی مشهد، اوکی، فیزیوی قم فیزیوی کرج، یا میتونم بگم نه تهران ها، فیزیوی تهران پرستاری تهران اتاق عمل تهران هوشمندی تهران اعضا مصنوعی تهران پرستاری تهران، این انتخاب بر مبنای توه. ولی پیشنهاد من قطعا یکه، یعنی انتخاب بر مبنای رشته. ببخشید دست بخواه. اوکی، این مثالیه، یعنی باید انتخاب کنی که رشته برات مهمتره یا دانشگاه برات مهمتره.
آیا نمی شود جفتش باشه؟ چرا میشه جفتش؟ چه جوری؟ چون فرایند گسترده است و 150 تا انتخاب داریم، نمیشه مثال زد، ولی میشه جفتش هم انتخاب کرد. پیشنهاد میده ولی یکیشو انتخاب کنی، یا رشته برات مهمتر باشه شهرها، یا شهر رشته، یکیشو باید انتخاب کنی. این از این اولی. مثال دو هم بزنم که خود بهتر جا بیافتیم. خیلی خوب، مثال دو حقوق و روان رو گذاشتیم. اوکی، دانشگاه علامه یا دانشگاه قزوین، این هم به همین صورت. من میخوام حقوق تهران، حقوق قزوین، این اولین اولویت منه، درسته؟ اولویت دو من چی میشه؟ میشه حقوق آب خدا من نبود یا آقا من منی هاشه. خب یا حقوق ای بابا اینجا نمیشه نوشت، فکر کنم این هنگیت این گوشه کار نمیکنه. خیلی خوب، این ورتر میفیسه. خب حقوق تهران، حقوق قزوین، روان تهران، روان قزوین، درسته؟ به طور مثال این میشه انتخاب رشته من، حقوق تهران، حقوق قزوین، روان تهران. حتی خیلی گسترده است، همین تهران روزانه شبانه داره، این بعد انتخاب بشه. قزوین روزانه شبانه داره، روان تهران، روان، این چهار تا به اضافه اینکه نیم سال اول نیم سال دوم داره. ببین خیلی گسترده میشه، فکر نکن این سادگیه. میخوام مبنا دستت بیاد که بر چه مبنای انتخاب رشته بکنی، درسته؟ یعنی میخوام مبنا رو به دست بیاری. اوکی، خیلی خوب. پس حقوق تهران، حقوق قزوین، روان تهران، روان قزوین. نکته حالت دومی شد حالت اول دیگه. حالت دوم چه جوریه؟ من جواب نمیسم. حالت دوم اینجوریه که بگی حقوق تهران، روان تهران، حقوق قزوین، روان قزوین. اولویت شد چی؟ تهران. اینجا اولویت شد چی؟ رشته، درسته؟ پس ما انتخابمون یا بر مبنای رشته است یا بر مبنای شهر و دانشگاه. ببین گسترده، من میگم خیلی گسترده است. همین تهران خودش مثلا توی حقوق علامه رو داره، تهران رو داره، بهشتی رو داره، درسته؟ عرضم به حضرت خوارزمی رو داره. اوکی، پس همین تهران خودش دانشگاه مختلفی رو داره. پس ما فقط میخوایم مبنا رو به دست بیاریم. انتخاب ما بر مبنای رشته یا شهر و دانشگاه. اینو که وقتی به دست بیاری، کیفیت انتخاب رشته میره بالا. دیگه نمیخواد بیای بشین یا پیش من برای تازه اینا رو صحبت کنم، مثال بزنم. همین که بهت میگم خب کدوم میگی، این یای درسته. خیلی خوب، همه متوجه شدن دیگه. اگر مبحث و کار متوجه شدی، عدد یک رو بهم بده. بقیه من مخصوصا کنم هم که اگه سوال داشته باشه بپرسا. خیلی خوب، بقیه سوال 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 سوال. سوال نیست سرالوی مبنا. خیلی خوب،
خب خوب دقت کن، خوب دقت کن که الان باید چیکار کنم. خب من تقریبا میخوام مرحله یک انتخاب رشته رو الان برات انجام بدم. مرحله یک انتخاب رشته. اوکی، تا اینجا همه رو توضیح دادیم، کارنامه رو، نکات مهم و تحلیلش و مفاهیم مهم رو توضیح دادیم، چه مبنایی برای انتخاب بکنم، رشته های مهم رو بهت گفتیم. خیلی خب، حالا بریم سراغ این که قدم یک انتخاب رشته چی؟ قدم یک انتخاب رشته اینه. بله میتونی، مریم میتونی. آره، خوب دقت بکن، خوب دقت بکن چیکار بکنی. قدم یک چیه؟ قدم یک اینه که رشته هات رو، رشته هایی که دوست داری رو لیست کنی. این کار اولی که باید انجام بدی، رشته هایی رو که دوست داری رو لیست بکن. گفتم بشین رشته ها رو پیدا بکن، رشته هایی که مثلا نسبتشون شک داری. خب چجوری باید لیست بکنم؟ یک، رشته هایی که میشناسی و مطمئنی میخوای بری. یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تا، هر تعداد. دو، رشته هایی که شک داری روشون. یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تا، هر تعداد. نمیدونم. درسته. سه، رشته هایی که نمیشناسی ولی روشون کنجکاوی. درسته. فقط یک گزینه حذف میشه. اونم چیه؟ اونم رشته هایی که میشناسی و دوستشون نداری. ما بقی رو باید لیست کنی. حالا یه دونه، اینم دو تا، سه تا، چهار تا. پس رشته هایی که میشناسی، میدونی دوستشون داری و میخوای بری. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت. فقط رشته. رشته هایی که شک داری، میدونی مثلا نمیدونی دوست داری نداری، بازار کارش چجوریه، بعد بری سرچ کنی، تحقیق بکنی، بیای بگی به من مثلا این چهار تا رشته است، من برم یا نه، من بگم اینو برو یا نرو یا چجوری. درسته. ولی بعد اول خودت این کارو بکن. رشته هایی که نمیشناسی ولی روشون کنجکاوی، شروع بکن. رشته هایی که نمیشناسی ولی کنجکاوی رو یه سرچی بکن، ببین چجوریه، چجوری نیست. یه سری بعد میاد من میپرسی، بگی من اینا رو برم، اصلا رشتش چی، از خوب، از خوب نیست، بازار کار داره نداره، به من میخوره یا نمیخوره، که با توجه به شخصیت و اینها بهت میگم رشتت خوب هست. پس قدم اول، بعد رشته‌ای که دوست داری یا حالا هر چی لیست کنی، که سه نوع لیست وجود داره اینجا. درسته. این قدم اولیه که باید انجامش بدی. رشته‌ای که میشناسی، رشته‌ای که شک داری، رشته‌ای که نمیشناسی ولی روشون کنجکاوی. بعد نمره دست بیاری هر تعدادی شد، 20 تا 30 تا، هر تا 5 تا 6 تا. من دانش آموز داشتم اومده گفته من دو تا رشته بیشتر نمیخوام برم. دانش آموز اومده 30 تا رشته برام لیست کرده، هیچ کدومش اشتباه نیست. درسته. ما اینجا همین کار رو قرار انجام بدیم. اوکی، این از این. خب قدم دوم، دو، شهرهایی که مجاز به رفتنه. یعنی چی شهرهایی که مجاز به رفتنه؟ یعنی اینکه خانواده به اجازه رفتن میدن. توی بحث رفتن شهرها خیلی خوب این یه خود حساسه و نظر خانواده هم باشه. من دانش آموز داشتم اومده گفتم من هر جای ایران که شد استاد برام انتخاب رشته کن. من انتخاب رشته‌شو کامل انجام دادم، کاراشو کردیم، دو جلسه، سه جلسه اومده، بعد جلسه چهارم با مامان مامانش گفت اصلا نمیذارم بره. یعنی ما دوباره نشستیم از اول برش انتخاب رشته کردیم، دوباره از ابتدا برای آدم دوباره انتخاب رشته انجام دادیم. پس شهرهایی که مجاز به انتخاب به رفتن هستی رو باید لیست بکنیم. یه شهر، دو تا شهر، سه تا شهر، چهار تا شهر، پنج تا، شش تا، هر تعداد شهر که مجاز به رفتن هستی رو
باید انتخاب بکنی و بری. درسته؟ پس یک، رشته هایی که دوست داری رو لیست بکن. دو، شهرهایی که مجاز به رفتنی رو برای من 1 2 3 4 5 6 بنویس و بگو آقا من این 5 6 تا شهر رو مجاز به رفتن.